هر کسی بخواد در مورد عشق تعامل جدی داشته باشه، برای اینکه اصلا نفس این قضیه عشق رو بتونه معنادار کنه باید سه تا عامل عمده رو در نظر بگیره. یکی خود خاطره است که به هیچ وجه نمیشه پاکش کرد. عشق نمیتونه یک چیز سراپا نو باشه بدون هیچ ردی از مثلا یه گذشته. حالا این حکم فرویدی معروف میدونید، چون هر یافتن ابژه یه جور ریفایند کردن ابژه است، بازیافتن ابژه است، ما یعنی همیشه با این رد خاطره پس روبرو هستیم. بعد تو این عشق هم این قضیه 100% دخیل است. یکی قضیه نارسیسیسم هست که باز اونم نمیشه به کل محو کرد و وضعیتی رو تصور کرد که به کلی نارسیسیسم از بین میره و ما در دیگری ادغام میشیم. و در نهایت هم حالا این سه تا حالا عامل عمده و برجسته‌ای که تو روانکاوی روان جدی میشه، عاملای دیگه هم میشه اش اضافه کرد. ولی مسئله سوم مسئله جنسیتیابی سکچویشن هستش و نسبت ما با آدر سکس که باز تو هر شکلی از رابطه عاشقانه این قضیه سکچویشن دخیل هستش. بر همه خب تو روانکاوی فرویدی لاکانی از ابتدا این وحدت شادمانه آری از هر گونه بیگانگی و غیریت از ابتدا این اسطورهش بادش خالی میشه، از ابتدا این رو میاد منفجر میکنه و این ایده هم میره سوال میره که ما وقتی عاشقیم به طرز خیلی استثنایی و متفاوت با مواقع دیگه غیر از عاشقی یه گشودگی به دیگری پیدا میکنیم، یه گشودگی کامل و پذیرای وجود دیگری میشه. این اسطوره گشوده بودن به دیگری هم حالا زیر سوال میره و خب کار حتی میتونه به جایی برسه خیلی غلظت قضیه بیشتر بشه در مورد این گشودگی. و لاکان برای مثلا توی سمینار آیدنتیفیکیشن میگه من فقط عاشق بدن خودم هستم، حتی وقتی این عشق را به بدن دیگری انتقال میدم. تا این حد قضیه جدی میشه که حتی در مورد رابطه جسمانی این قضیه یه جور انگار تبدیل میشه به رابطه با جسم خودم عملا. خب اینجا شاید چیزی که بتونیم در مورد این رابطه من و دیگری روش انگشت بگذاریم و بحثمون رو از ابتدا بر اون مبنا پیش ببریم، خود مفهوم جویسانس هست که جلسه پیش تا حدودی در نسبتش با این نیبر ما روش تأکید کردیم و گفتیم تا چه حد میتونه مسائل اخلاقی پیش بیاره و تا چه حد به خود مفهوم شر گره خورده. جویسانس به عنوان یه نیروی فرارونده از مرزها همطور گفتیم میتونه به مهلکترین نیرو بدل بشه و جویسانس رو به جهنمی از زرد و لذت بدل کنه که سوژه خودش در اون میسوزه، در نهایت یعنی دامن خود سوژه رو میگیره. برای همین جویسانس همواره باید حد بخوره از منظر لاکانی و یه محافظی باید در برابر اون داشته باشیم، در واقع باید یه پاتنی داشته باشه. این جویسانس، این جویسانس مسموم کننده مهلک همواره باید یه پاتنی در مقابلش باشه. و حالا باید ببینیم آیا چیزی هست که بتونه شر این جویسانس رو کم کنه، بتونه اگر نگیم کاملا خونسا کنه حداقل همین یک حفاظی برای ما بسازه. خب لاکان توی حالا کلیت و آثارش اگه در نظر بگیریم در یه دوره از اون دوره اولیه که خیلی روی بحث امر نمادین تاکید میکنه جوری به قضیه برخورد میکنه که آدم حس میکنه میل دیزایر محافظ اصلی ما در برابر جویسانس. مثلا توی اکریتسش مینویسه میل نوعی دفاع روانی است، دفاع در برابر فراتر رفتن از یک مرز در جویسانس. این بحثای لاکان باعث شد که خیلی از مفسرهای لاکان و روانکاوهای لاکانی برن به سمت یه جور ستایش از میل و کیش همین میل ورزی. برای همین اومدن از این فرمول بندی های لاکان هم مثل یه سری شعار اخلاقی استفاده کردن و یه جور تبدیلش کردن به راهنمای عمل، مثل همین جمله معروف که از میلت دست بر ندار، از میلت دست نکش، یا خیانت نکن به میلت. ولی خب لاکان کلی حرفای دیگه زده که خیلی شاید جور در نیاد با این کیش همین میل ورزی و ستایش کردن از میل در تقابل با چیزی به اسم عشق. قضیه به این سادگی نیست، چون چند تا نکته رو میشه در نظر گرفت توی ایده های لاکان. یکی میده که میل معمولا ارضایی که در بر داره ارضای خیلی ناکافیه که در اختیار سوژه میذاره و هر کسی نمیتونه با این حد از ارضا کنار بیاد. خب لاکان مثلا تو سمینار 11ش میگه سوژه بالاخره در خواهد یافت که میل او صرفا یک راه غیر مستقیمه
بیهوده است که در نهایت هدفش دستیابی به جویسانس دیگری است. جویسانس دیگری نه به اون جویسانسی که جلسه قبل گفتیم others جویسانس. جویسانس of the other. این کاملا متفاوته. یعنی حالت دست نیافتنی و ناممکنی که میشه درش تحقق کامل میل و ارضای مطلق رو تصور کرد. این رو باید در نظر گرفت به عنوان جویسانس of the other. که از ابتدا اصلا پروهیبیت میشه. من میشه تو روانکاوی. یعنی اصلا چیز خوشایندی نیست که آدم بخواد بره به سمت این ارضای کامل. یه نکته دیگه این که میل میتونه بعضی مواقع خب یه دفاعی در برابر این جویسانس باشه، اما گاهی وقتا خود این جویسانس یه میشه یه جور دفاع در برابر میل، مثل افراد مثلا هیستری که لاکان در موردشون میگه تو این موارد جویسانس دقیقا کارش جلوگیری از میل تو وضعیتهاییه که خود سوژان رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی فرد استریپ نمیخواد اساسا میلش برآورده شه و میل فرد استریپ برآورده نشدن این میل هست تا در نهایت وجود خودش بتونه اون عنصری باقی بمونه که موضوع اصلی کل این وضعیت هستش. چون فرد استریپ به این دلیل میخواد میلش تداوم پیدا کنه و هیچ موقع ارضا نشه، چون قضیه به بینگش برمیگرده، به نفس وجودش و بودنش برمیگرده و موضوع اصلی دعوا برای اون همین بینگ هستش که همواره باید علت به راه افتادن میل دیگری باشه ولی هیچ موقع هدف این میل نباشه. یه نکته دیگه هم که باز دردسر ایجاد میکنه برای اون تز میل به عنوان محافظی در برابر جویسانس اینه که میل اساسا نمیتونه پاسدار جویسانس باشه، چون به لحاظ کیفی اصلا در یک تراز جداگانه قرار میگیره از جویسانس. لاکان میگه که میل از دیگری میاد، همواره این بچه بیگانه رو داره، از دیگری میاد، میل من همواره میل دیگریه و جویسانس به دتینگ مربوطه، به چیزی که حالا توی فروید به عنوان داستینگ مطرح میشد در اون اوائل و این قضیه نیبر هم، نیبر کامپلکس هم و اون مادر آغازین هم در همین رابطه مطرح میشد و این مفهومی هستش که لاکان بستش میده بعدها و حالا تو این جلسه ما میخوایم سر این دتینگ مقدار بیشتر بحث کنیم و در واقع میشه گفت این دتینگ هم برمیگرده به سطح رانه ها و برای همین با میل کاملا متفاوت هستش. میل از دل یه شکافی رو وجود میاد ابتدا که بین نیاز و دیمند ایجاد میشه، نیازی که مثلا کودک داره و اون دیمندی که خطاب همواره به دیگری مطرح میشه و این یه شکاف بین دیمند و نیاز سبب بروز میل میشه و همواره هم خطاب به دیگری هستش و همواره هم از دیگری میاد. اما جویسانس به ساتیسفکشن و ارضا شدن رانه ها مربوط است. خب حالا چرا این دتینگ برجسته میشه و این دتینگ چی هستش؟